ناز نکن عزیزم بیا عشق منی قربونتم قربون ناز نکن ناز نکن با دلم ناز نکن ناز نکن ناز نکن من اصلا نمیفهمم واسه چی این همه راه منو میکشونی اینجا دیگه زنگ نزن من بیا هزار تا کار دارم در زن دارم دوباره درس آقا جون من خیزیت بوده نیستم بیاله تو راحت کنم شما هم میخواستی سکای منو بدی همون بیرون که بودی میدادی به جون تو من عوض شدم رویا اسم منو انقدر نیار خب به جون تو عوض شدم جون منو واسه چی قسم میکنی؟ خب واسه اینکه واسم عزیزی خواهش میکنم اصلا وارد این حرفا نشوها من دیگه گول زبون تو رو نمیخورم این حرفا بین ما تموم شده رفته آقا اصلا به جون خودم خوبه؟ اصلا نمیفهم تو واسه چی اینقدر قسم میخوری؟ بابا جون خودمو که میتونم اختیارشو دارم دیگه خب من عوض شدم باور کن تو این 6 ماه درگیری هم نداشتم سرکار من باور کن یعنی اینقدر بچه سر به راهی شدم آروم متین این بره شدم باور کن تو سرم هم که میزنن هیچی نمیگم فقط میگم چشم هر نفر یه لحظه باش نازه نگات کشنجه رقصیدنت کشنجه چیکار کردی آقا بره جلو زنه بچم با من بده ببر صدا تو دیگه دارم هم ناز نکن ناز نکن با دلم ناز نکن من واقعا تحت تاثیر این همه تغییرت قرار گرفتم بابا صداش رو اعصابمه دیگه شما فقط رضایت به من بده من میام بیرون 5 تا سکه هر ماه بهت میدم مینویسم که بهت میدم قول دادم دیگه یادته چقدر رفیقای عزیز و نازنینی داشتی همش باهاشون بودی خب بگو اون رفیقای عزیزت که بیرونن سکای منو بدن رفیقای من همه این تو هم بیرون دیگه من کسی ندارم بچه من همه رو گذاشتم کنار به جون تو بابا به جون خودم رویا رویا خانوم آها این شد خب بفرمایی جون علیرضا رضایت بده اسم علیرضا رو نیار بابا بچه منم هست دیگه قرار نیست اونو وارد این بازی ها کنی چشم هر چی شما بگیم من برم برو به سلامت روی رضایت دادی؟ نه روی رضایت گوشی رو بردار یه دقیقه کارت دارم رویا یه دقیقه گوش در سلو رو ببند و برو تو شما محتوی نزاقه به کمرتون بزنی این سری کلک این لباسه رو بکن بره زیر سنج اومده خونه یه دلم اصلا دیگه بابا سنسان گرفتی دلم تنگه چشم نوکرت هم هستم آقا لطیف قربونت برم پاشو یه زنگ بهش بزن عمرم پاشو با خودش هم لز نکن با کی؟ با تو گفتم که عمرم کلن دارم بهت میگم آقا بابا منم دارم کلن میگم یه مرد هیچ وقت غرورش به زیر پا نمیذاره که به زنش زنگ بزنه خودش میاد از این تو درم میاره یعنی چاره ای جز این نداره الانه که صدام کنن لطیف رحیمی ملاقاتی بعد پا میشم میرم اونجا میبینم نشسته و میگه رضایت دادم تو آزادی
بعدش هم من میام از شما خداحافظی میکنم و گل ریزون و ها باره که رفتی. لطیف رحیمی ملاقات. علمه دیب شما ایوه. به جان خودت آقا لطیف، من چند بار با رویا خانوم حرف زدم اما ایشون چیز نمیشه، راضی نمیشه. این همه آشنا ماشنا داری خجالت نمیکشی احمد؟ خجالت بکش، 6 ماه برادرزنت این توه، حیا کن. من آشنام کجا بود آقا لطیف؟ از این دک و پوزت به چه دردی میخوره؟ یه کاری بکن واسم دیگه. استغفر الله، اذیتمون نکن دیگه. لااقل بذار اکرم بره باهاش حرف بزنه. زنا زبون همدیگه رو بهتر میفهمن. آقا لطیف شما که خواهر تو خوب میشناسی، میدونی چقدر دوستتون داره. اگر یه وقت بفهمن شما با رویا خانم متارکه کردین، خدایی نکرده خدایی نکرده زبونم دال این دفعه چیز میشه، از دست میره. چند ماهش الان؟ هفته دیگه 6 ماهش تموم میشه. هیچ وقت حالا به 6 ماه نرسیده بودی. قبلی ها قبل از 4 ماه همه از دست می رفتن. دکتر گفته اگه این دفعه چیز شه یعنی نشه دیگه نمیشه. ای بابا، پس ما 3 ماه دیگه اینجا گرفتاریم. گفتی الان من کجا؟ شما دبی این دیگه. واقعا؟ بله، دارین جنس میاریم. رویا خانوم هم چند بار خانومی کردن، اومدن خونه سر زدن که یه وقت اکرم خانوم نفهمی که شما چیز شدین، جدا شدین. خلاصه یه کاری بکن، نزار بچت که دنیا میاد بفهمه که داییش پشت میله های زندون بوده. من به خاطر خودت دارم میگم، آبروی خودت میره. ما که شب و روز داریم دعا میکنیم آقا لطیف. شما هم به نظر من یه چیز بزنین به رویا خانوم، زنگ بزنین ازش خواهش کنین. منو میشناسی، من هیچ وقت غرورمو به خاطر یه زن زیر پا نمیذارم. این 1000 بار میگم اشتباه کردم دیگه، من اون لطیف ثابت نیستم، اون لطیف خشن مرد. رویا خانم میخواید اصلا میخوای من جلوی همه این آدم ها داد بزنم بگم من اشتباه کردم؟ چی؟ لاتولوت چیه رویا خانم؟ داداش کار دارم آدم یکم زودتر قربونت دارم. دکتر مهندس همین آقای الان خودش دکتره. بیچاره مثل من بدبخت سر سفره عقدی غلطی کردن، 400-500 تا سکه مهر زنشون کردن، الان افتادن تو سکه ایا. کاری نمیتونم بکنن که. کار دارم، کارم فوری میره. دوست عزیز این دماغتون داره میره تو شش من، یه دقیقه بکش. کار دارم خوب صحبت میکنم. ببین حالا من به درک اکرم داره میزاد، من دروغ میگم؟ خب زنگ بزن بپرس. دکتر برگشته گفته اگر این بار دیگه بچه بیفته تمومه، اگه بفهمه که من تو زندانم دیگه یعنی پس میفته. سلام علیکم، احوال شما؟ خانم من اشتباه کردم، من غلط کردم. اصلا تو حرف پیش نماز ما رو قبول داری؟ پیش نماز که دیگه دروغ نمیگه که. گوشی حاج آقا، حاج آقا سلام علیکم. سلام آقا لطیف، زیارت قبول حاج آقا. خوبی؟ قربون شما اراده. حاج آقا ببخشید، من زن سابقم هم پشت خط، اگه ممکنه شما یه لطفی کنید باشون صحبت کنید شاید رضایت بدن. حالا لطیف من یه همچی وظیفه دارم؟ حالا من از شما خواهش کنم چی؟ دوباره همون بحث سکه. بله سکه و... بله اگه لطف بفرمایید خواهش میکنم آقا جان. شاید ایشون اصلا یه سوال داشته باشن از شما، شاید ایشون شاید من نمیدونم به خود گیر کردم. من نوکرتم آقا، بفرمایید. الو سلام علیکم خواهرم، من ستاری روحانی ندامتگاه هستم. جداش بودم. نه خیلی. به من چه خودت کم بودی گوشی دادی به این بره بالا محمد که پایین نمیاد. بگم کارم فوری فوتیه. یه دیگه برگردی بگی فوری فوتی یا چه؟ بابا فکر کردی؟ ببین ما نهایت تلاش بلکه دوستان یه تجدید نظری تو رفتارشون بکنن، یه تحولی ایجاد بشه در اون که الحمدلله تحول هم ایجاد شده. ببینید آقا لطیف توی مدت خیلی تغییر کردن، یعنی ایشالله که تغییر کرده باشن. برادرها یکم آروم‌تر، شما هم خواهری کنید یه خورده زودتر رضایت بدین این بنده خدا آزاد بشه. من دارم واقعا الان میبینم که آقا لطیف سرش به سنگ خورده، خیلی هم شدید به سنگ خورده. من الان شرایط مساعد نیست، من دارم برای کمک میرم، شما ان شاءالله سریعتر برای کمک به ایشون اقدام بکنید. خدا حافظ شما. چه دعوا میکنی تو بابا؟ این چه بساطی؟ آقا لطیف اینجوری تغییر کردی؟ بلا جو سوال کردی شما؟ آره به من میگی برو وساطت کن، من میگم اصلاح شده تغییر، دعوا رو میندازی. آقا بابا دو تا آدمی با هم حرف بزنین مشکلتون رو حل کنین دیگه. شما حرف می‌زدین؟ اینه اینجوری حرف زدی؟ چی شده مگه؟ خیلی ناراحت شدم ازت. خیلی شاکی شدم.
به خدا زشته. نکنید این کارا رو. ببخشید آقا. بفرمایید. برین آقا. برین آقا. بفرمایید. آقا مهتی میشه خواهش کنم یه دهن بخونی برامون؟ دلمون باشه. حال ندارم. کلن گفتم دور همه میدهن بخونی دیگه. دارم کلن میشم میزنم له لهت میکنم و لهت میکنم. دست از سرم بردار. باش بلش کن، اصلا نمیخواد بخونی، راحت باش. لطیف رحیمی دفتر زندان. الله باش با داشت سالسون. جا خواهی ببینه و میشه تو بومیده ببین. دست شما درد نکنه. مال من. اون موبایل هم مال منه. بریم اون کلید قهوه‌ای هم مال منه. ساعت هم منه. دیگه بقیش مالشون چیزی نمون دیگه. خب تموم شد. بله بله. بسیار خوب. خداحافظ. دست شما درد نکنه. حاجی ببخشید یه لحظه. من فقط خواستم ازتون تشکر کنم. برای اینکه واقعا نفس شما بودش. من خودم هزار بار رو انداخته بودم رضایت نداده بودن. شما واقعا لطف کردید. خیلی ممنون. بخیر. ایشون خودشون حس کردن که شما تغییر کردین. ما هم فقط یه وسیله بودیم. البته آقا لطیف اگر ایشون مهریش رو میخواد شرعن و قانونن محقه ها. بالاخره یه زن تنها تو این گرونی باید خرج و مخارجش رو از یه جای جور کنه دیگه، غیر از اینه؟ گرونی کجا بود حاج آقا؟ ایشون هی میرن بالا شهر خرید میکنن، بیان تو محل ما همه چی ارزونه. ولی چشم شما بهانه نیار. چشم قانونی شرعن من میدم خدمتشون، تا سکه آخر میدم خدمتشون. دست شما درد نکنه آقا لطیف. بله آقا. میگم حالا که نعمت آزادی دوباره نصیبت شده، یه وقت خدای نکرده سراغ اون برنامه ها نه دوباره. من قول دادم دیگه. لطیف وقتی یه حرفی میزنه پای حرفش هست. خلاصه من روسیا نکن. چشم بده. خداحافظ. خیلی لطف کردی. خداحافظ. خداحافظ شما جان. حالا تی بینا گرفتی نمی فکردی؟ خب نگفتیم که بفرمی. چشم. شما میگرم دکن. این مال شما اینه. الان گفتیم دیگه چشم. این خدمت شما. سرکار خسته نباشی. ممنون. با آزاد شدیم. به سلامت. اهل برنامه هستی؟ چه جور برنامه ای؟ از اون برنامه چقدی هست؟ توپله. چی توپله؟ حاج آقا سلام علیکم. خواهرزاده شون تازه دنیا آمدن. داشتم میگفتم چه جوری گفت توپل مو خلاصش کنه. حالتی بری که دیگه بر نگردی. قربون شما برم. حاج آقا شما کجا؟ من دارم میام بدرقتون کنم دیگه. چیکار نفر من؟ چون بلدی بد دارم. بلدی دارم. پس با اجازتون دیگه آج آقا. انشالله خدا پشت و پناه باشه. قربون شما. ندیب جان کمکی که ما در خدمت هستیم ها. یه 20 ثانیه اگه لطف کنید. چی؟ پول ندارم، جیبم خالی، باید بالاخره تو خونه برم دیگه. من 20 ثانیه که ندارم، اما ببینم میتونم یک کاری رو چی میکار تو این جیبه تو من چند دفعه دیده بودم. بفرمایید. دست شما درد نکنه خیلی من. این که آخه تا سر کوچه هم که نمیبرن حاج آقا. ببخشید شرمنده، ممکنه شما هم یه لطفی کنید؟ پول دیگه اسکناس. بله خیلی کمه این. من برمیگردم. من اصلا فکر نکنید که نه این زیاد حاج آقا. این خیلی زیاده. این همین قد بس برای حاج آقا. شما میشه محبت کنید؟ شما هم پول امراد نیست؟ نه واسه تبرکشه. آره این همچین آدمیه. بله باشه. خیلی داشته باشه تا ایجی بشه نگر میداره. بفرمایید. واقعا لباس شخصیت میاره. من میکنم. خداحافظ شما. آزادی. قربه شما آقا. خدا شما. خدا شما. اومدن دنبالم. حتی بله. این حالا که اومدن دنبالتون رو پنج تومن رو محبت کنی. واسه چی؟ واسه که دیگه پول تاکسی نمیخواد که اومدن دنبالتون دیگه. بله بله من هستم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. بفرمایید خدمت شما. قربون شما. خدا بفرمایید. ببخشید آقا لطیف. پول حاج آقا رو محبت کن. پول حاج آقا دیگه به خودشون مربوط میشه دیگه. حاج آقا مگه شما پولتون رو میخواین؟ واقعا کاش منم برای تبرکش بر می‌داشتم خدمت شما. قربون شما آقا. لوز کرد. خدا لطیف هستی برنامه رو ندیگه. خانم سلام عرض کردم. حال شما خوب هست؟ ببخشید مرا خوبم، خیلی خوش گذاشت. خیلی خوش گذاشت.
آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند. تو آینه نوشته. من ماه به ماه 5 تا 3 رو میدم. حالا اگه یه وقت نتونستم سر یه ماه 5 تا بدم 4 تا دادم، ماه بعدش حتما 6 تا میدم. یه وقت هم دیدی خب آدمیزاده دیگه، یه ماه اصلا نتونستم بدم ولی ماه بعدش حتما 10 تا رو میدم. اصلا یه کاری بکنی، بالاخره ما نون نمک خوردیم دیگه، اصلا بکنش 3 ماه 15 تا سکه خیرشو ببینی. دمت گرم. 5 تا سکه نمیخوام، 3 تا میخوام. اونم لازم نیست به من بدی. وکیل گرفتم، اینم آدرسش. ماه به ماه 3 تا سکه رو مثل یه بچه خیلی دقیق میبری میدی به وکیلم. این ور اون ورم نمیشه. میدونی که حکم جلبت هم گرفتم. یه روز این ور اون ور بشه میندازیمت زندان. حواست باشه آزادیت مشروطه. آره چش، فقط یه خورده یواشتر. من اگه نتونم سر هر ماه 1 میلیون پول مهر زنمو بدم که دیگه برم 2 میلیون. چی؟ 2 میلیون. 3 تا سکه میشه 2 میلیون. نه دیگه، شما حساب کتابتون غلطه. هر سکه الان 300 خورده ای هم بخوای حساب کنی میشه. بخونش صفحه اول. چی؟ کی شد سکه 690 تومن؟ ما که اون تو بودیم که 300 خورده ای بود داشتی میرفتیم. تو اون تو بودی قذافی هم زنده بود. مگه مرد؟ کشتنش. کی؟ آخه مردی که جنایتکار. حالا ببین، من نگران نباش اصلا، من میدم. اصلا نگران نباش، خیال تخت. حالا کجا چرا اینقدر توم میری حالا؟ من بزنم کنار پیادش. کجا؟ یادشو دیگه، کاری نداریم با هم دیگه. اینجا؟ بله. ما شنیده بودیم مریضا رو سر کوه بیابون پیادشون میکنن، پسشون میکنن پایین، ولی دیگه من که دیگه نباید پیاده کنی اینجا. شوخی ندارم باها، بفهمم حرفامو زدم. خانم محترم، اینجا سر گردنه است. من تا برسم شهر 7 بار خفتم کردن تو راه. این درست نیست، این کار انسانی نیست. پیادشو. ای پیاده نشم چیکار میکنی؟ اگه پیاده نشی به اولین ماشین پلیسی که از راه برسه میگم این آقا مزاحمم شده. نسبتی با هم نداریم. وایسا تا پلیس بیاد. پلیسا، پلیسا بیاین، من مزاحم رویا خانوم شدم. بیاین منو بگیرین، من در خدمتتونم. بیاین بگیرین. بیاین، منتظرم. تحویل بگیرین. عجب سرعت عملی. سلام. شش ماهی که ما نبودیم چه همه چی رو پیشرفت کرده. بفهمین سن. من خودم میرم ردیف فش میکنم، نگران نباش. جناب سروان سلام، خسته نباشید. ایشون همسرم هستن. دروغ میگن، اگه حرف زدن حواس منو پرت کرد. دروغ چی میگم؟ خب همسر سابق ولی همچنان علاقه من. ای به ایشون چه ربطی داره؟ خب باز به توضیح بدم دیگه. چقدر شد جریمه شون؟ 100,000 تومن؟ ببین، 3 تا سکه سر هم وکیلم. خیلی ممنون. خیلی خوب. همین که بهت گفتم یادت نره، حکم جلب تو دارم، آزادیت هم مشروطه. خیلی خوب، این روسری میدونه که من رنگشو دوست ندارم، عوض کن رنگشو. چه ربطی داره؟ کجا داری میری الان؟ چه ربطی داره؟ برو کنار ببینم. جناب سروان، جناب سروان ببخشید، میشه منم تا یه مسیری ببریم؟ بله. من با اون خانوم بودم. پس چرا باش نرفتی؟ نبرد منو. چرا نبردت؟ دوامو شد. شما اصلا با اون خانوم چه نسبتی دارید؟ ببخشید، شما راهنما رانندگی هستین؟ این سوال تو هیته کاری شما نیست. یعنی خواستم موازی کاری نشه. یه وقت پرسیدم چه نسبتی با اون خانم داری؟ عرض کردم همسر سابقم بودم. آدم مگه با همسر سابقش دعوا میکنه؟ آدم با همسر جدیدش دعوا میکنه؟ اصلا تو ماشین چیکار میکردی؟ بگذاریم، خودم قدم زنون میرم. واقعا لطف کردی، خیلی ممنون. از کجا اومدی؟ بله؟ از کجا اومدی؟ یعنی الان از کجا اومدم؟ بله؟ الان از زندان؟ بله؟ زندان؟ نه خیر، من قدم زنان خودم میرم. شما وایسا، من کار باتون دارم. ایشون سرعت غیر مجاز رفتم، منو میخواییم تو پارکینگ بخوابونیم؟
خانومه داشت با سرعت میره اصلا به من ارتباطی نداشتش. ماشین اونو باید میخوابونه اصلا من واسه چی آوردن اینجا من نمیفهمم. شما اگر ساعت آزادی من نگاه کنید میبینید که در عرض این نیم ساعت که من آزاد شدم اصلا خلافی نمیتونستم بکنم. چه خلافی میتونم بکنم؟ اینا که هنوز اینجا هن رایشون کن برن دیگه. اینا رو هم رایی کن برن. لطیف؟ تو لطیف رحیمی نیستی؟ منو یادته؟ صادق چه خوب شناختی؟ نه نه؟ نه دیگه اینجا نوشته صادق منم فهمیدم اسمتون صادق. بابا دبستان خرازی خانم خانساری یادت اومد؟ صادق صادق فراهانی دیگه. صادق چطوری؟ صادق خوراکی های بچه ها رو برمیداشتی یواشکی میخوردی با ما هم نمیدادی؟ یه بار بیشتر نخوردم چرا میخوردی؟ نخند صادق تو چه پلیس شدی؟ 10 ساله دروغ. لطیف همه بچه های اون دوره واسه خودشون کسی شدن. نه بابا باور کن. بابا دمت گرم چقدر دلم تنگ شده بود برات. منم خیلی خوشحال شدم دیدم. قربونت برم قاسمی. من و این آقا لطیف دوره‌ای که مدرسه بودیم دوران طلایی ما بود. نمیشنوه مشکل چه گفتی که ستاره اش قربونت تو بیاریم تو اینو بیاریم کجا؟ ما 2-3 ساعت علاقیم نوبت ماست باید بریم تو. شما بشین هر وقت که من گفتم تشریف میارین تو. قاسمی تا من نگفتم کسی نیاد تو. نه بفرمایید بفرمایید. کجا پارتی بازیه؟ چطوری تو؟ خیلی مخلصم. قاسمی تو کجا؟ قربا من وصلم. بچه های خودتون هم دیگه غریبه نیست. بیا تو بیا تو. قاسمی دستبند رو باز کن. اون برای چی کار میکردی؟ سوء تفاهم شده بود؟ نه تو بودم. تو کجا بودی؟ زندون دیگه. شوخی میکنی؟ آقا جدی میگم. واسه می دستفنده بزن. زندون برای چی بودی؟ بابا هیچی. زنم مهرشو گذاشته بود اجرا واسه ما رفته بودم. نمیخواد بزنی. باز کن. خودتان برو بیرون. درم بزن. ترسیدم بابا فکر کردم کاری چیزی کردی افتادی زمین. این چیزا که پیش میاد. آره بابا مشکل نیست. آره که مشکل حل شده. ای حل که نه این اموره حل شده قرار شده بیام بیرون خورد خورد بدم دیگه. خدا شد. بس از بچه ها چه خبر؟ بچه ها رو گفتی 2 سال پیش از طریق یکی از این شبکه های اجتماعی مجاز داره مجوز ها. بله بله گشتیم همه بچه ها رو پیدا کردیم قرار گشتیم رفتیم سونا. تو رو خیلی دنبالت گشتیم پیدات نکردیم. من کلا آدم اجتماعی نیستم. آره گفتم نبودی دیگه. آره آخه 2 سال پیشم تو بودم. تو کجا بودی؟ زندون دیگه. بابا مگه چند بار زنت مهرش رو گفتی؟ نه این دفعه فرق می‌کرد قضیهش. این دفعه ماجرا از این شکل بود که یه نفر چکش برگشت خورده بود من میونجیگری کردم بعدش هم افتادم اون تو. حالا دیگه حالا ولش کن. تو سونا رو ببین سونا چیکار کرد؟ سونا جات خالی بود. هر کیو دیدیم واسه خوش کسی شده بود. آخه دکتر، مهندس، وکیل، خارج رفته. ببین دیگه افسر ده. ببین مشاور وزیر رئیس دفتر بهمان مشاور ایکس نمیدونم اصلا هر کیو دیدیم یه کاری شده بود. معاون زندان چی؟ معاون زندان همه چی داشتیم. ببین جات خیلی خالی بود. اون بچه ها همه شدیم یه تیم کهکشانی. تو چی کار میکنی؟ تو کار برای چی؟ اصلا نگفتی از خودت دارم. من الان که کار ندارم ولی قبلا چک نقد میکردم. پس حسابدار بودی دیگه؟ نه خیر حسابرس بودم. یعنی عرض کنم خدمتتون که چکای برگشتی رو میگرفتم بعد میرفتم اگه با صحبت حل میشد که صحبت میکردم اگه نه که از طریق دیگه وارد عمل میشدم. با صحبت؟ آره دیگه اول با صحبت اگه طرف اهلش بود. اگه اهلش نبود که یه جوری دیگه. گرفتم. آره دیگه. پس بیشتر تویی. نه الان دیگه این کارو نمیکنم. دیگه بی خیال شدم. چون ساده. چون تو. چون ساده. دیگه به خاطر آبروی این نسلمون هم شده. تو یه جوری بی خیال شد. فراموشش. من کمکت میکنم ممکن رو تماس. 750,000 تومان افزایش. این چی گفت؟ چی شد؟ می‌شود این افزایش. گفت سکه چند شده؟ من نفهمم قیمت سکه رو. این گفت 750 تومن شده سکه. حالا چی شد؟ آره خب چی؟ من دم زندان بودم یه ساعت پیش 690 تومن بود. یعنی به فاصله همین یه ساعت 60 تومن کشید روش. چه خبره مگه چرا اینجوری انقدر بالا پایین میشه؟ شده دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی حرفشو میزنی میره بالا؟ خب بالا میره. خب من برم تو که خیلی بهتره که خیلی میره. میخندی ساده؟ ولی ببین این بالا پایین کشیدن ها نباید روی نسل طلایمون اثری چیزی بذاره. آخه عشق اصلا نباشید. هیچی مثل نعمت آزادی نیست. واقعا دست درد نکنه. صادق پروبیایی داری واسه خودت ها؟ نه بابا این دیگه برای شما نمونه. دمت گرم خیلی دوست کردی. حالا لطیف چون
حالا که از نو شروع کردی رو کمک من حساب کن. من نوکرتم. چی میگم؟ هر وقت هر جا هر کاری داشتی یه سراغ خودم. واقعا؟ هر وقت هر جا هر کار. چشم. خیلی. شب کجا میمونی؟ میرم خونه خواهرام اینا. راحتی اونجا؟ دامادمونه سخته ولی مادرم هم اونجاست میرم. ببین لطیف جون ما هم یه کلبه خرابه تو خیابون دبستان داریم. عین خونه خودته. چشم. فدات شم. هر وقت هر کار هر جا. چشم. فدات شم. خیلی لطف کردی. بفرمایید. شما فرمایید سر کار. ما موهامون بلند بود، آقای ناظم تنبیهمون کرد، گفتش دو روز نباید بیاین مدرسه. خب یه تنبیه نیست، این تشویقه. آقای لیلی رو میشناسین؟ بله. کجاست؟ کلاس سوم. سوم؟ بله. خب بریم بازی کنیم. موهاتون رو نزنین ها، خب؟ همینجوری بذارید بلند بشه. خانواده خودش یه حریم، یعنی مثلا کسی نمیتونه همینجوری سرش مندازه پایین در خونه شما رو واکنه بیاد تو. چرا؟ چون توی خانواده شما همه به هم محرمن. منظورم از محرمیت محرمیت شرعی نیست. اصلا بذار یه مثال دیگه بذارم که قشنگ متوجه بشین. این کلاس خودش یه حریمه. ببخشید با کسی کار داشتین؟ نه خیر، دارم پیاده روی میکنم. از اولیا هستین؟ نه دامادمون اینجاست. خب، معلم مدرسه ما هستن؟ نه خیر، ایشون شاگرد این مدرسه هستن. 11 سالشونه، یه خورده زود ازدواج کردن تو سن 3 سالگی. تشریف بیارید دفتر. وقتی زنگ خورد اون موقع میتونید با معلمی دیدار داشته باشید. بفرمایید. نه آقا، من خودم بلدم راهو پیدا کنم. انگار نمیفهمید شما. من ناظم این مدرسه هستم. متوجه این؟ خب هیچ کس حق نداره وسط ساعت درسی مزاحم کسی بشه. آقا اجازه، آقا از بیرون صدا میاد. خب بیاد. به تو چه؟ به ما چه؟ ما تو حریم خودمونیم، اونام تو حریم خودش. میگم دست تو بردار، یعنی دست تو بردار. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من اینجا با ریاضی کار دارم. البته البته اگر احیانم احساس کنیم کسی به کمک احتیاج داره یا داره در حقش ظلم میشه، وظیفه شرعی و انسانی هممونه که بهش کمک کنی جانم. آقای اجازه بکنیم چی داره به کسی ظلم میشه. آقای بیایید اینجا ظلم. البته من بعید میدونم. بیایید شما یه لحظه ساکت بشین من ببینم چه خبر. چیکار کردی؟ مثلا محیط فرهنگیه، مثلا محیط فرهنگیه. آقای شیپوری من واقعا عذر میخوام، شما به بزرگی خودتون ببخشید.
من این اتفاقا رو نتیجه نرمی بیش از حد ایشون میدونم، وگرنه چرا باید یه معلم پرورشی با یه لات بی سر و پا تو این مدرسه قرار بذاره؟ چرا؟ آقا چه قرار؟ من اصلا اهل قرار مدار گذاشتم با کسی نیستم، باور کنید اصلا قراری نبوده. من نمیدونم آقای بیایی، اگر یک بار دیگه ایشون پاشون تو این مدرسه باز شه من پلیس رو خبر میکنم. آخه این چه طرز حرف زدن آیا آدم فرهنگی؟ آخه بی فرهنگ. حالا من هیچی نمیگم. آقای محترم اولا شما مؤدب باش، نزاکت داشته باش، درست صحبت کن. منم همینو دارم میگم، میگم که درست صحبت نمیکنه دیگه، زشت این حرفا. بابا لطیف شما یه چند لحظه تشریف ببرین بیرون، منم الان میام خدمتتون. آقا من بازم عذر میخوام، قول میدم دیگه تکرار نشه. چیو تکرار نشه؟ چیو تو بیاینم ریخت. چیو تکرار نشه؟ قتل کردم، غارت کردم، چه کار بدی کردم؟ دشنام دادم، فحش دادم، چیکار کردم؟ ایشون اومده یقه منو گرفته، من کار بدی کردم؟ آقا جان عزیز من، داداش اینجا بچه های مردم دارن تو کلاس دارن صدای شما رو میشنم، بعد آموزی داره. من آقا لطیف میگم دیگه، میگم زشت دیگه. آقا لطیف جان اکرم، جان اکرم شما تشریف ببرین بیرون، منم الان میام خدمتتون. چرا قسم میخوری؟ خب اولین بار گفتی به من، چرا قسم میخوری؟ شما تشریف ببرین اینجوری غلیظ قسم میخوری، انگار چه اتفاقی افتاده. دارم میرم دیگه، تو هم یه کار کارم میده. شما از زندان آزاد شدی، نباید به من این خبر بدی. بعد من باید شما رو در حالی ببینم که یقه آقای ناظم دستته. خب به هر حال آقا لطیف اینجا حریم مدرسه است، مسئولیت های خودشو داره. شما من بعد اگه خواستیم با من ملاقات کنین بیرون مدرسه خیلی بهتره. احمد من اون موقعی که باید میمدم مدرسه نیمدم، خوشم نمیمد. الان فکر کردی واسه چی اومدم؟ اومدم ازت پول بگیرم. بابا جون اونم واسه خواهر مادر خودم میخوام یه چیزی بخرم. ما راضی به زحمت نیستیم آقا لطیف. ببخشید خواهر مادر خودم، من به تو هم هیچ ارتباطی ندارم. مگه تو نگفتی من دبیم؟ خب از دبی اومدن خرج داره، میخواستی نگی من دبیم. پول رد کن بیاد آقا. آقا اذیتم نکن، بده دیگه دیری شد. من الان فقط همین همراه من آقا لطیف. همین. خب همه چیزی نمیدم با این احمد که کارت تو بده، کارتت خوب. آقا لطیف این پسندازمونه. هیچم نگران نباش، من خیلی خرج نمی کنم که، یه مقدار خیلی کم. نه که اکرم خانم پا به ماه، من میگم بمونه. نگران نباش خیلی خرج نمی کنم، فقط رمزشو به من بگو. 56 56 56 56 نه 56 78 56 78 56 78 56 78 دستت درد نکنه. فقط یه زحمتی، اگر منزل ما تشریف بردین قبلش حتما یه خبری به اکرم خانم بدین. حواسم هست، نگران نباش. استرس و هیجان خیلی نگران نباش، حواسم هست. سینه دوست داره براش بذار. دستتون درد نکنه. همش رومه که آره منم روم نشد بگم من دیگه. من یه دونه دیدم. کجاست؟ احمد. احمد بده دیگه. اشکال نداره تو که رومم میخواد. نوشه جان. دستت درد نکنه. یه روم بذارم برای. آبم بریز خشک نخورده بده. باش بده. خوبه. غذا تو بخور. میخورم. دستت درد نکنه. راستی. کجا؟ شما دوتا کجا؟ سب کن یه چیزی من سوقاتیه که لطیف آورده رو میخوام بیاقتنشون بدم، سب کن. سوقاتی دیگه برای چی آورده؟ من ناقابل یادگاری آوردم، چیزی نهی بردم. چیزی نهی بردی؟ همه دوبه خرید کرده آورده، وقت میگه چیزی نهی بردم. آقا لطیف ته دوبه چیزی هم گذاشتی یا نه؟ نگران نباش. دست درد نکنم نشون بدم. اینو نگاه کن. اوه اینو ببین. خوشگله. دست شو درد نکنه، واقعا زحمت کشیدن. آقا لطیف فقط این دخترونه نیست. خب احمد آقا نه بود که نمیتونه نه خوشگله دست. به حال دست درد نکنه. دست شما درد نکنه.
تشکر کردم. ببین برای تو هم یه کفش خیلی خوشگل خریدم. محمد این کفشو مارکا خیلی گرون خریدم. چرا شعاره؟ واسه من دیگه برای چی؟ دامادمون. من 42 هستم. خب اشکال نداره خودم میپوشم چون خیلی گرون خریدم خودم برای تو یه دونه میخرم. نه. چرا؟ واسه پارت نمیشه میخوای دستت کنی خب نمیتونی دیگه. نه کفی مقوام. حالا کلی لباس و عطر و چیزای خیلی خوشگل برای من. واسه منو بگی. آره واسه مامانم. مادر دلار رفته بالا. برای تو خوب شده دیگه؟ نه بابا چه؟ برای اینکه سکه هم رفته بالا دیگه دلار سکه کار سکه هم هست مادر جون خب سکه پشوانه هست دیگه تأثیر داره رو هم دیگه نه؟ خوب سنگینم اکره هم تو؟ مهره چند تا سکه هست؟ 14 تا چطور؟ شوری ما رو جو گرفت 400-500 تا مهر کردی خودش را کردی مادر جون آره. مادر جون خب میذاری تو گوشم تو همون محضر کی مهریه داده کی گرفته تو انده مطالبه هست خدا را شکر که تو زندگی شما این حرفا نیست خدا را کاش میومدن چقدر هم دلم برشون تو هستم خیلی خواهده ببخشید جونم غلامم چطوری ببین به جونه تو خیلی نبودم تو بودم آقا لطیف آقا لطیف اینجا خوب آنتن نمیده آم بله ببخش گوشی چی گفت؟ گفت تو بودم؟ گفت تو بودم نه مامان گفت تو بودم احمد نه آمد. گفت تور بودم یعنی چه تور؟ تور اصطلاحه بین تاجرها اصطلاحه یعنی تمام کشورها رو یه دور چرخیدیم میبینی بچه هم ماشالله تاجر شده از اولش هم جنم میشد داشت ماشالله با ارزه بود خدا رو شد بس من دود کنیم برس فاقا آره بعد از شما دیدی چه کردم دستشون درد نکنه آقا لطیف احمد آقا یه چیزی میخوام بهت بگم فکر کنم لطیف و رویا با هم دیگه قرار کرد نه این چه حرفیه خیلی هم با هم خوب هم ماشالله شما چیز بذارید راه ندید شما دیگه همه تنها نیستی شما دو نفری باید آقا لطیف هیچ وقت اینجا نمیخوابی گفتیه مادر روی خانم که سالت داشته روی خانم پاشونه رفته خونه مادرش شما بد بگرد رو چرا علی رضا رو نیورد ما ببینی خب حالا اون بچه هم دوست داشته مادر بزرگ رو ببینه جرمه شما دیگه من تحمی نیستی شما دو نفری باید بفید که اون بچه هم احمد آقا سر شام ندیدی راجع به مهر رویا حرف میزن میگم نکنه زبونم رو به فکر طلاقن اینا ای بابا بگی بخواب دیگه دیگه هم از این فکر های دیکولی نکن کمپانی ها رو جایی هیچ شکی نیست که دفعتون عالی بود ده. من با 2 متر قد اینجا نمیبینی چرا کم میکنی خب دارم نگاه میکنم اکرم خانم دارن استراحت میکنن این آقای خیابانی هم ماشاءالله هیجانی گزارش میکنه حالا تو این ایریویری یه گولی چیزی هم بزنن واسه بچه خوب نیست فوتبال مدبالی که نمیفهمی سر من نمیاری نه این عادله خیابانی نیست حالا هر کی گول میگم اکرم خانم دارن استراحت اوف آقا لطیف چرا امروز قبل از این که بیان یه زنگ نزدین اکرم خانم گفت شما رو که دیده کلی هیجان زده شده
به خواهرم کلی ذوق کرد. ما پیش مشاور رفتیم، گفته ذوق زدگی و هیجان زدگی و شوک زدگی. خیلی خوب و... خیلی خوب. من بعد خواستم بیام با موشیتون هماهنگ میکنم. اما جان میذاری فوتبال ببینیم یا نه؟ یه کلمه آره یا نه؟ شرمنده. نکه این آخرین فرصتیه که خدا برمون داده. من یکم نگرانه. خیلی هم باهوشه. اکرم خانمو دارم میگه. نکه شما هیچ وقت شب اینجا چیز نمی کردین؟ نمی موندین؟ تو اتاق برگشته به من میگه شما با رویا خانم مشکل دارین. هر چی بهش میگم نه بابا جان من، همه چی آرومه، خیلی هم خوشبختن، هممون خوشحالیم. یا سر قضا در مورد مهریه صحبت میکردیم، شما برگشتی گفتی چرا کسی نزد تو گوش من. چی شده آقا لطیف، چی کار داری میکنی؟ هیچ کاری نمیکنم، چی کار دارم میکنم؟ مگه نگفتی برو؟ دارم میرم دیگه. من منظوری نداشتم، من فقط میگم یکم باید مراعات حال اکرم خانومو بکنم. میدونم، میفهمم چی داری میگی. ببین میدونی چیه، من اصلا حوصله ندارم یه وقت این سقط بشه بعد کنش گردن من بیفته. بله منظورتون کیه آقا لطیف؟ همه جا منظوری نداشتم، یه اصطلاح زرم مثلا نمیدونی. نه آقا لطیف، من میگم من منظوری نداشتم، اینجا خونه خودتونه. میدونم، ناراحت نباش، من دارم میرم دیگه. میدونم تو اصلا این مدل نیستی. ببین من اصلا نگرانی ندارم، من میرم، تو راحت باش. حالا نمیشه لااقل امشب و اینجا بمونین؟ اگه باشه، اگه اصرار میکنی میمونم، برای من که فرق نمیکنه، من به خاطر خودت دارم. نه نه نه، من منظورم اینه که صبح جواب اکرم خانم من چی باید بدم. هیچ از من به اکرم خانم بگو لطیف یه شب بدون زن و بچه‌اش نمیتونه بمونه. پاشو رفت خونش. آقا لطیف، شما این وقت شب کجا میخواییم بریم؟ آقا چیکار کنم؟ ناراحت من یه ناراحت زنتی. خداحافظ. خداحافظ. من رفتم، خداحافظ. 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 آقا لطیف پولمون لازم نداریم. آقا لطیف پول لازم نداریم. دیگه کارتت هست. خدا رو شکر از ته دبی هنوز یه چیزی مونده. بله من رفتم، خدافظ. خدافظ. خدافظ.